سلام، من زهرا میرزازاده هستم، دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز. امروز میخوام در مورد احساس گناه باهاتون صحبت بکنم. همونطور که میدونید، وقتی که شخصیت ما و الگوهای رفتاری ما در حال شکل‌گیری هستن، هرچه که یک رفتار برای ما پاداش دهنده تر باشه و پیامدهای مثبت و خوشایندتری برای ما داشته باشه، تقویت میشه و ما بیشتر تمایل داریم اون رفتار رو انجام بدیم. اتفاق خیلی شایعی که توی بسیاری از خونه های ایرانی میفته اینه که پدر و مادر برای تربیت فرزندشون خب قطعا یک اصول خاصی رو در نظر میگیرن، اما در عین حال دلشون میخواد که همه جور امکاناتی برای رشد، پیشرفت و همچنین آرامش و خوشحالی فرزندشون مهیا باشه. اتفاقی که میفته خیلی از کودکان با بمبارانی از محرک‌های خوشایند مثل اسباب بازی و بلیت برای کارهای مختلف و خلاصه هر چیزی که پدر مادر باید برای اینکه اون رو فراهم بکنن خیلی تلاش بکنن یا محدودیت‌های برای زندگی خودشون ایجاد بکنن، تحت اون بمباران قرار میگیرن و بعد بچه که به مرور زمان بزرگ میشه دو تا پیام تربیتی رو دریافت میکنه که فکر میکنه اونها رو در جامعه هم اگر انجام بده حتما بهش پاداش داده میشه و روابط بین فردیش رو اینگونه میتونه نگه داره. یکی از اون پیام‌ها اینه که اگر یک شخصی برای من همه چیز رو فراهم کرد و برای خوشحالی من نهایت تلاشش رو کرد، من اجازه اعتراض و بی احترامی به اون شخص رو ندارم، حتی اگر نیازهای خودم و احساسات خودم رو دارم سرکوب میکنم یا توسط اون شخص نیازهای اصلیم داره نادیده گرفته میشه. خیلی وقتا توی خونه بچه ها دوست دارن که پدر و مادرشون بهشون لبخند بزنن. پدر و مادرشون حتی اگر با اسباب بازی ساده هست باهاشون بازی بکنن. اما پدر و مادر خیلی وقتا بی‌حوصلن، خستن و این کار رو انجام نمیدن، اما در عوض بچه رو با یک محرک مادی خوشحال میکنن. مثلا غذای مورد علاقه شو درست میکنن، یا اینکه حالا بخوایم خیلی مادی تر نگاه کنیم، پدر با یک اسباب بازی مثلا گرون قیمت میاد وارد خونه میشه، اما هیچ وقت فرصت این رو نداره که خودش با اون بچه اون اسباب بازی رو کنکاش بکنن و با هم یک اوقات خوبی داشته باشن. اینجا نیاز بچه به اینکه کسی ازش مراقبت بکنه، کسی بهش بگه که اگر تو با این اسباب بازی داری بازی میکنی، اینجا این کار رو انجام دادی، مثلا تشویقش بکنه، بگه آفرین، مثلا این مرحله رو درست انجام دادی، یا یه جاهایی که اشتباه بکنه با حمایت اشتباهش رو تصحیح بکنه نداره. بچه فقط میدونه که یه اسباب بازی گرون براش خریده شده و احساس گناهی که توی این جور مواقع به بچه ها تزریق میشه باعث میشه نتونن توقع داشته باشن که شما همیشه یا حداقل برخی مواقع باهاشون با حوصله و با خوشحالی بازی کنید یا رفتار کنید. خیلی وقتا این پیام رو به بچه ها میدیم که چون رفتیم سر کار که پول در بیاریم یا چون مشکلاتی خارج از خونه داریم خسته ایم و اونا باید درک بکنن. در نتیجه فرزندانی داریم که هزاران هزار حرف نگفته دارن و هزاران هزار نیاز سرکوب شده که برای ادامه زندگی بهشون احتیاج دارن. اما مشکلی که به وجود میاد همینجا تموم نمیشه. این بچه بزرگ میشه و احساس میکنه هر کسی که بهش احساس گناه داد، هر کسی که بهش امکاناتی فراهم کرد، اون همیشه باید قدردانش باشه. جرأت قطع کردن روابطش رو زمانی که طرف مقابل یه خوبیای قابل لمسی بهش کرده رو نداره، جرأت گفتن ناراحتی و عصبانیتش رو نداره و این سرکوب ها تحمل و تاب‌آوری بچه رو پایین میارن، جوری که یک جوان یا یک شخصی که اوایل بزرگسالی توی دهه سوم زندگیش هست ما میبینیم اصلا قدرت
کنترل و مدیریت هیجاناتش رو نداره، اصلا قدرت تحمل ناکامی رو نداره، چون انقدر لبریز شده که حالا که نیاز داره که بتونه توی مراحل رشد موانع رو پشت سر بذاره، این اتفاق براش نمیفته، چون این ظرفیت براش ایجاد نشده. و پیام دومی که بچه ها دریافت میکنن اینه که ما اگر میخوایم احتراممون توی یک رابطه حفظ بشه، احساس گناه رو به طرف مقابل تزریق بکنیم. من بیام یک کاری رو انجام بدم که طرف مقابل از اشتباهات دیگه من بگذره، چون اون کار خیلی مهم بوده. خیلی وقتا آدم ها توی روابط دوستی و عاطفیشون برای همدیگه پول زیادی خرج میکنن، برای همدیگه امکانات مادی زیادی فراهم میکنن، از خودگذشتگی هایی انجام میدن که طرف مقابل حق اعتراض به یک رفتار آزاردهنده عمومی اونها رو نداشته باشه. اگر من آدمیم که پر انرژیم و نیاز دارم که مدت زیادی رو با پارتنرم بگذرونم، خیلی وقتا ممکنه تقبل کنم که هزینه همه تفریحات رو من میدم. اگر رفتیم سینما، اگر رفتیم رستوران، من این هزینه رو میدم. و اون چون من دارم این کار رو انجام میدم، هیچ وقت نمیتونه به من بگه که من نمیتونم اینقدر برات انرژی بذارم. و من هم هیچ وقت نمیفهمم چه چیزی داره رابطه من رو خراب میکنه. یه روزی توسط یک اتفاق مبهم روابط من خراب میشن، روابط من تضعیف میشن و هیچ وقت متوجه نمیشیم چه چیزی رو دقیقا توی روابطمون تزریق کردیم که این اتفاق افتاده. البته احساس گناه یکی از هزاران عاملی هست که ما میتونیم در موردش توی روابط بین فردی و خب ردگیریش تا دوران کودکی صحبت کنیم، اما چون عامل مهمی بود ابتدا در مورد این صحبت کردیم. در ویدئوهای بعدی در مورد عوامل دیگه هم صحبت میکنیم. مرسی از این که نگاه کردیم.